جالبه واقعا. با این خرابکاری چطوری روتو میشه پول حرف بزنیم من نمیدونم. نیمه پر لیوان رو نگاه کنین خانم عظیمی، عکستون رو جلد یه مجله پر مخاطب خورده، یه اشتباه کوچیک انقدر مهم نیست. کوچیک؟ شما نوشتین 30 گام، من گفتم 3 گام، این میشه حداقل 27 تا اشتباه. متاسفانه منشی مجله بعضی وقتا تو محاسبه اعداد اشتباه میکنه. منشی مجلتون وقتی واسه من فاکتور 3 میلیونی صادر میکنه خوب بلده ریاضیشو دقیق ثابت کنه. دارین سخت میگیرین خانم عظیمی ها، اتفاقا 30 گام عمیق‌تر از 3 گامه که به نظرم اینجوریه. آقا جان دو میدانی که نیستش، شما به جای جذب مخاطب مخاطبای منو پروندینشون. تو شماره بعدی جبران میکنیم، چشم تیت میزنیم دوره فشرده در 3 گام، اینطوری میتونین واسه این آپشن جدید پول بیشتری هم بگیرین. پول بیشتری لابدم منم میخوایم بگیرین، نکنه میخواین یه فاکتور دیگه هم واسه من صادر کنین ها؟ با تخفیف 30 درصد البته. ببین آقا جان من به شما 3 ریال هم دیگه پول نمیدم، تفهیم شد؟ خانم عظیمی به خاطر یه این طرف اون طرف که معامله رو به هم نمیزنن. آقا اومدن رو خطم، فعلا خدافظ تا تکلیفتون رو معلوم کنم. بله فرانک خانم دارم میام. نه فرانک نیا. چی؟ روز خوبی داشته باشی. سلام خانم. مدارک آخه کاری نکردم که، خلافی نکردم که، این بلوتوس ها خدا رو شکر از این موبایل منم اینجا بود. کمربندم تازگیه هر روز میبندم خدا شاهده. سرعت سبقت غیر مجاز بین خطوطم که حرکت نمی کنه. عجب دقت نظر خود شما رو اما نگیره. بله حتما من اشتباه کنم، ولی یه لحظه اجازه من مدارک رو بدم خدمت. این مدارک تقدیم شما. ببخشید من اگه یه لحظه ملاحظه کنید، من سخنرانی داشتم دارم یعنی، خب بعد این چیدمان کلمات که میاد تو ذهنم اصلا یه میرم، میدونیم خیلی کارم و دوست دارم. دیدم خانم. وای من خودم ندیده بودم، خیلی ممنون نشونم دادین. آخ این منه. به نظرتون مخاطب رو جذب میکنه؟ یعنی برای کلاس موفقیت دارم. من الان فیری یکی از کلیدامو خدمتتون ارائه میدم. به طلوع خورشید نگاه کنین سرکار. اصلا زندگیتون عوض میکنه. باعث میشه انرژی های مثبت رو جذب کنین. ولی سرکار خانم، همه در برابر قانون برابرن. بله اون که بله، من میخواستم خدمتتون بگم با خانواده یا خودتون تشریف برین کلاس های موفقیت من. ببخشید من اشتباه از زنگ گرفته بودم. و شما میتونین رایگان شرکت کنین. شما تو کار موفقیتید؟ آره دیگه. فکر نمی کنید 30 گام برای موفقیت کم باشه؟ 30 گام؟ اینا اشتباه نوشتم. سرکش تشریف بیارید، کار من اینجوریه، 3 گام. تو 3 گام شما رو میرسونم به موفقیت. بفرمایید. حالا دیگه فضای سر من و شما دیگه. خیلی ممنون که این تابلو رو نشونم داده. میگن تو هر چیزی یک خیری هست. شما منو نگران نشه بودید، من نمیدیدم امروز تابلو رو. خیلی ممنون. بین خطوط حرکت. بله حتما. طلوع خورشید یادتون نره. الو سهر خانم، تلفن بی موقعت حواس منو پرت کرد، هولم کردی 100 تومن جریمه مون رو دادم، از حقوقت کم میکنم. کار واجب داشتم که زنگ زدم بهت، سخنرانی کنسله. چی؟ بیا حضوری بهت میگم، 100 متر جلوتر از سالن کنار ایستگاه اتوبوس وایستادم. فرانک خانم فقط زود از جلو سالن رد شو کسی نبینته. بگو ببینم چی شده. ماجراش طولانیه، پشت تلفن بگم جریمت بیشتر میشه خانم. خیلی خوب. خودت برو این کلاه بردار.
ببینم چی نوشتن. بعد گل لیونل مسی به ایران این همه بد و بیرا رو یه جا نهیده بودم. خب واسه چی آخه؟ عصبانی هم که چرا تو سخنرانیت گفتی احسان لطفیان زیر دست تو خواننده شده؟ تا الان هم 10,000 نفر کامنت گذاشتن. یکی میمیره عزیز میشه، اون موقع که زنده بود خدا بیامرز 1,000 تا کامنت هم نداشیش. همین الان شماره موبایل تو گذاشتن تو صفحه. وای شماره من از کجا آوردم؟ خاموش کن خاموش کن. که چی بشه مثلا میخوان چی کار کنم؟ ولم کن بابا. وای بیا امروز روز من نیست، به اندازه کافی و ساعت من جریمه رو مخمه. ببین چی نوشتن. هرچی هم نوشتن لیاقت خودشون رو جد آبادشونه. تهدید کردن هر جا بری برای سخنانی میان و مراسم تو به هم میزنن. میخوای سیم کارت گوشی تو در بیارم بندازم بیرون؟ نه واسه چی؟ یه وقت اینجوری ردیابیت میکنن ها. گنگسترم مگه؟ ول کن بابا، یه 4 تا طرف دارن که الان جمع زده شو. نه همین اینا رو دست کم نگیرا. امروز مراسم تو به هم زدم، فردا پس فردا آدرس دفتر تو پیدا میکنم میان تجمع. یه وقتی هم دیدی نباش، با یه مصاحبه همه این شلوغ بازی ها رو میخوابونم. یه وقت نری دوباره مصاحبه کنی ها. من نه، ایمان داداش احسان. اون این کارو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ مگه پولشو به موقع واریز نکردی؟ چرا؟ ولی از صبح تا حالا هر چی بهش زنگ میزنم جواب نمیده. گفتم بهت سر خانم، گفتم 2 تومن واسه این داستان کمه. شماره منو پیدا نکنه. بعد بریم با پدر مادر صحبت کنیم، اونا یک کلمه حمایت کنم کل داستان برمیگرده به نفع ما. بعد چی میشه؟ اون 10,000 تا کامنت هم میاد واسه فرانک خانم. اونا الان عزادارن، بذار 40مش بگذره بعد. نه عزیز من، هر چیزی یه وقتی داره. اتفاقا الان موقعشه که دل رحمه. همین الان میریم بهش میگیم آقا جون این اتفاق افتاده، نیاز داریم به کمکتون. اونا هم به خاطر اینکه روح پسر بزرگوارشون در آرامش باشه از یه زن بی پناه حمایت میکنه. بای خدا رحمتش کنه اصلا. حالا ماشاءالله شما جوونی میزنم به تخت، نمیتونم بگم جای دخترتون، میزنم جای خواهرتون. خودتون بکنین واقعا رواز برای یه زن بی پناه یه همچین جملاتی که تنش اینجوری بلرزه. شما از من یک کلمه حمایت کنی همه این مسائل حل میشه. احسان ما تو زیر زمین همین خونه میزد و میخوند و هیچی اصلا دوروبرش نبود. بله ما هم اینو میدونیم، همین دیگه ایشون دو کلاسای من شرکت کردن، بعد توی 3 گام به موفقیت رسیدن دیگه. دیدین دیگه ماشاءالله اینقدر طرفدار، اینقدر واقعا موفقیت، اینا همش باعثش من بودم. به خدا حالا دستش از دنیا کوتاست، ولی پسرتون خیلی تغییر کرد تو کلاسای من. ماشاءالله با استعدادم بود، اول خیلی مشکلات شخصیتی داشت، بعدش یهو رها شد. بله پسر من مشکل شخصیتی داشت؟ نه نه، این مشکل همه جووناست، اعتماد به نفس ندارن. من کمکش کردم که تو 3 گام به اون اعتماد به نفسی که باید برسه. اینطوری چه جاله؟ تو این 2 هفته‌ای که پسرم فوت کرده 17 نفر پیدا شدن که مدعی شدن احسانو خواننده کردن. یکی که میگه براش ساز زدم، اون یکی که ظاهراً جوشونده داده هنجرش بازشه، شما هم که الان مدعی شدین روانشناسش بودین. نه آقا روانشناس چیه، ما یه کلاسایی داریم در 3 گام آدم ها رو میرسونیم به موفقیت. چون هم تو کلاسای من شرکت کردن، استعداد بالقوهشون بالفعل شد. تا جایی که من یادم میاد احسان از همون بچگیش میخوند، هر دفعه که میرفت همون صدای نعرش میپیچید توی خونه. بالفعل و بالقوهش هم از همون اول مشخص بود. نه دیگه جسارتا در حد همون بوده این استعداد. من روی استیج ایشونو باعث شدم
بهش گفتن متوجه این فرق داره با هم. حاج آقا شما واسه آمرزش روح پسرتونم که شده پادرمیونی کنید. سکوت شما باعث میشه خدای نکرده واسه خانم عظیمی اتفاقی بیفته ها. من ترسیدم آجا. متاسفانه آقا احسانم که طرفدارای ناجورم دارم. زنگ بزنم؟ بله بزنم. به کی؟ به یه روزنامه یا یه سایت خبری که بیان باهاتون مصاحبه کنن. خیر نیازی نیست. گفتم که خانم عظیمی امنیت جانی ندارن. ندارن. فقط هم شما میتونی بهش کمک کنین. فقط شما. نگران نباشید. 40 پسرم که تموم شد از هر 17 نفرتون شکایت میکنم. زندان که افتادین خود به خود همه تهدیدها هم منتفی میشه. بفرمایید حلوا لطفا. بیچاره ها دلم سوخت. آره دیگه حالا شده دیگه قسمتش بوده. ای چرخ این بر پنچره. این برم پنچره که حالا میخوای چیکار کنی؟ زنگ بزن امداد خود رو. بله ممنون. چیکار میکنی؟ منم طرفدارای خودم رو دارم. بله زن مظلوم بیپناه و ماشینشو پنچه. متشکرم مرسی. بله پس من منتظر تماستون هستم. چیکار میکنی؟ میذارم عکسو تو صفم بهت میگم. چند تا لایک میخوره؟ 10,000 نفر دارن تو اینترنت بهت بد و بیرا میگن. پدر لطفیانم که میخواد ازت شکایت کنه. چجوری میخوای قصر در بری؟ امکان نداره شکایت کنه. خیالت تق پای اون یکی پسرش گیره این کارو نمیکنه. با طرفداراش چیکار میخوای بکنی؟ مطمئن باش دیگه نمیذارن هیچ کاری بکنی. طرفداراش فدای سرم. هرچی بیشتر به پام بپیچن معروف تر میشن. معروف میشی اما به کلاهبرداری. پیش میبینم چیکار باید بکنی. انرژی منفی بده تو. من که میگم باید یه مدت بی خیال تهرون بشی. جلسات تو ببری تو این شهرهای کوچیک. آدمای بزرگ تاریخ هم از همین شهر و روستاهای خودشون شروع کردن. اتفاقا دلم واسه فامیلام هم تنگ شده. دست درد نکنه. اگه مصاحبه دیروز رو پیدا کردین لطفا تشریف بیارید. آره حاضره الان میام. خانم جباری نمیخوای تلفن رو جواب بدی؟ بهتره هر کسی سرش تو کار خودش باشه. خانم فالاچی ببخشید مگه تلفن جواب دادن جز وظایف شما نیست؟ کار تو چیه؟ زیراب زنی؟ خط خطی ها کار تو نیست؟ اینا دست تو چی کار میکنه؟ واقعا که یعنی تو نمیدونستی این مطلب رو من نوشتم؟ اگه میدونستم که اول اشکالات تو به خودت میگفتم. تو واقعا فکر میکنه خیلی خبرنگار خفنی هستی؟ عزیزم آقای شاه مراد نظرم رو خواست منم براش نوشتم همین. آها ایشون نظر خواست شما خود شیرینی کردی. دختر خوب اینا رو نگاه کن زیرش خط کشیدم. اینا نصف بیشترش غلط املاییه. قبل اینکه نویسنده خوب بشی بهتر رو دیکتت کار کنی. ببین برای اینکه از حسادت بهتره که بهت میگم با همه دودوزه بازیات قراره نوشتم چاپ بشه. خب این حسن خواهرزاده سردبیر مجله بودنه. تلفن. بله. الو سلام. ببخشید هفته نامه ندای شهر؟ بله. عذر میخوام مزاحم شدم. من میخواستم با سرکار خانم ریحان خانم عنایت صحبت کنم. کارتون چیه؟ من میخواستم از مطلب قشنگ و وزینی که نوشتم تشکر کنم چون معلومه خیلی زحمت کشیدم بابت این مطلب.
ایشون تشریف ندارن. ببخشید من کی مزاحم بشم که ایشون تشریف داشته باشن؟ امروز کلن نمیان. من ممکنه از شما خواهش کنم که مراتب تقدیر و تشکر منو به ایشون ابلاغ کنی؟ بله حتما. ببخشید اسممو نپرسیدین. مگه شما همونی نیستی که تا نشریه میاد توی درک سری زنگ میزنی تشکر میکنی؟ بله من همون هستم. بله دقیقا من امیر پورکریمی هستم. امیر کریمی صدا میکنم، یعنی معروف به کریمی هستیم، پسر حاج عباس پورکریمی. حالا لازم بود اسم پدرتونم بگین؟ بله دیگه، برای اینکه فامیل کریمی زیاده، مثلا علی کریمی فوتبالیست. میخوام یه وقت اشتباه نشه. بله یادداشت کردم. بعد میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه از ایشون ممنون از تماس. یه سری مطالب دیگه اگه ممکنه چاپ بفرمایید. الو بریم هتل دیگه. نه یه جای دیگه هم مونده. دیگه کجا؟ چینی محلی های پور کریمی حرف نداره. بره مزدش زیر زبونشون میرن، برای دوست آشناهاشون هم تعریف میکنن. سال دیگه اینجا پر از توریست خارجی میشه. اون و ویزیته لپتیسقی پور کریمی کیه سلبر پورس تردیسیونل. براخره نگفتم ما کی بیایم؟ ای بابا چقدر بهت بگم، با مادرش صحبت کردم، گفت آقای عنایت هنوز اجازه خواستگاری نداده. چرا؟ چه میدونم، لابد به خاطر انتخابات دیگه. ای بابا آخه مادر من انتخابات چه رفتی به ازدواج من و ریحانه خانم داره؟ خب اینو به خودت بگو. بعد یه عمر عذب موندم اومدی دختر معاون فرماندار انتخاب کردی. سیاست هم دست از سر ما بر نمیداره. یه بار ما اومدیم زن بگیریم، ببین چه ماجرایی شده. حالا برو خدا رو شکر کن به دوره دوم نکشه، وگرنه تا سال دیگه اجازه خواستگاری نمیده. از لحاظ درصد چجوری بود؟ چجوری موافق بودن؟ 50%، 60% موافق بودن یا نه؟ اداره آماره با درصد مرصد چیز بفهمی؟ نه منظورم اینه که آقا تایید دلشون بالاخره دوستاش ما دامادشون بشیم یا نه. آخه من از پشت تلفن چجوری بفهمم که اون موافق مخالف لحنش چجوریه؟ چه چیزایی میپرسی یا ولم کن. ببین ماما جان اگه با هیجان جواب میدادن یه درصدی داره، اگه همینجوری با سردی و معمولی جواب میدادن یه درصد دیگه ای داره. ولم کن الان غذا تم میگیره، بابات میاد هزار تا حرف میزنه. ولم کن برو به کارت برس. ای بابا مادر من به من بگو اینا دوست داشتن من دومادشون بشم یا نه. والا اینجوری که مادره حرف میزد بعدش نمیومد، بابا رو که نمیدونم. از 70% به 30% مامان جان، یعنی دو تا موافق یه دونه ممتنع. خداحافظی شلا. همونجوری که تو میگی. خداحافظ. آره دیگه دو تا 70 به 30، یعنی آره دیگه 70 به 30. منو ببین 70 به 30 اگه باباش مخالف باشه هیچی به هیچی، زور نزن. گوش واسه دوباره. بابا در همه جای دنیا بابا حق به تو دارن، باورت نمیشه؟ بفرد از این توریستا این خارجی ها بپرس. بیا ستیسی. امیر نمیدونم چه حساب کتابی این خارجی ها میان ایران، پیرو فاتال هم همشون، تو نمیدونی؟ نه مالی چش شور توه. والا ویلکام. بله بله والا ویلکام. بله. بله بله بفرمایید. بله خیلی خوش اومدید. بفرمایید. سلام. خوبه. سیتی سیکو vous avez dit c'est la pâtisserie de monsieur Karimi. بله. خیلی خوش اومدید. ممنونم. بنفیک. بله. اوکی. بله. می‌خواید کارگاهو ببینن اول؟ امکانش هست؟ بله خواهش می‌کنم. ویلکام. بفرم. بیان وونو موسیو. او چی گفتی؟ دیروز ثبت نام کردم. ویلکام. توضیح بده قشنگ. هلو. ویلکام. کامین. ویلکام. هلو لیدی. جنتلمن. مادام زی موسیو اتنسیون لطفا. هر وای جوی اولیه این نوشینی متعلق به آقای کریمی بزرگه. اه ایلی کل پور لا پرومیر فوا سته لا لو موسیو. خبر داری گاو مونجا دیگه یا نه؟ بابا فرانسه بیان اینا. خب باشه. فرانسه بزرگ کشور پنج بله به یک. خب باشه حاج عباس بفهمه ما به بچه های پنج بله به یک شیر میفروختیم خون بپا میکنه، اوقاتمون رو تلخ میکنه. ما
الان در دوران پسابرجامی. خب باید با همه تعامل داشته باشیم. همین فرانسوی ها خوب. ماشین بد به ما بدن، شیرنی بد بهشون میدیم. ماشین خوب بدن، شیرنی خوب میدید. هواپیمای خوب بدن، شیرنیه بد میدید. خوب میدیم، خوب میدید. هواپیمای بد بدن، شیرنیه. از من گفتم بود، خود دانی. ما فقط گفتیم. آه بفهم. آقا جون یه لبخند بزنین. آقا جون اینجا چه خبره؟ آقا جون اینا از خارج اومدن، آوردنشون اینجا این نونپیچا رو نگاه کنن، برن برای هموطنشون تعریف کنن، تبلیغ دهان به دهان بشه. ببینن نه چینی مینی نباشن، برن خط تولید نونپیچ وقت ما رو کار بکار. نه حاجی، فرانسویان آشنان چینی کدومه؟ فرانسویان دیگه بدتر. یعنی شما اشکالی دارم؟ بله بفرمایی، تحریمه حاج آقا، مغازه که بازه. من که نگفتم تعطیل، میگم تحریمه. بفرمایید، خواهش میکنم. رفتارتون اصلا درست نیست. برو کنار ببینم. میدونه چند وقت این افتاد اینجا خرابه؟ بله این از این میپرسید، روحش هم خبر داره. حاجی 11 ماه خرابه. یک سال و نیمه. یک سال و نیم اینجا افتاده خرابه، نتونستیم بریم موتورش عوض کنیم. میدونه واسه چی؟ واسه که تحریم بودیم. الانم دوست دارم که شما مزه تحریمو بچشید. ولی حاج آقا اینا توریستن، چه ربطی به اینا داره؟ بفرمایید برید جای دیگه خریدتونو بکنید. بفرمایید بیرون، خواهش میکنم. اکسکیوزوما ایلفا پختی قیلیه که پروبلم. اکسکیوزوما بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. اکسکیوزوما نو ویلکام. بفرمایید. I am so sorry. واقعا متاسفم. شما ایرانی بودی؟ آخ به اونا بده. یه ساعت هم نمیشه مغازه رو سپرد دست تو. شما برید سر کارتون. مهری خانم بود اسمش، آره اسمش یادم رفته بود. مهری خانم بار بار سیوم زنگ زد بنده خدا. کدوم مهری خانم؟ مهری خانم مادر امیر رضا دیگه. آه همون کچله که واسه استخدام پاشنه در خونه رو کنده. بابا امیر رضا پورکریمی، پسر حاج عباس پورکریمی خواسته برای ریحانه. مالا چی کاره هست؟ شغلش چی؟ برای بار سیومه دارم میگم. فوق لیسانس تربیت بدنی داره، تو مغازه پدرش هم داره کار میکنه. چی؟ توی مغازه پدرش داره کار میکنه. نه اون شیرینی فروشی پول کریمیه. خب خودتونو به اون را میزنین. نه چون اتفاق، نه اتفاق یادم مونده، یادم مونده، چون بالاخره نفهمیدم قرار کارمند بشه یا شیرینی پس. بابا جان میخواد ادامه تحصیل بده. جناب علی کجا میدونی؟ صد دفعه گفتم سر تو بشقاب خودت باشه. آه بس که شما امروز فردا کردین. این بنده خدا هر روز داره زنگ میزنه، اخبار جدید، اطلاعات جدید از زندگی خودشون میده، بلکه شما راضی بشین. بابا مریم خانم، آدم میخواد کفش بخره چند بار سبک سنگین میکنه، این که دیگه حرف یه عمر زندگیه. بابا مگه شما خودتون نمیگفتین که داماد اصل و ریشش مهمه؟ خب بابا این بنده های خدا که آدم های بی زبون و درست درمونی هن، که تو این دور و زمونه هم دیگه تمه قنیمته دیگه. ببین آدمی زاد درست درمون، همین چی دیگه آدم میخواد؟ این بنده خدا هم که داره دو شیفت داره کار میکنه، آدم آینده داریه. ما دیگه چی میخواییم از خدا؟ مگه جلال الدین پسر روشن روان آینده دار نیست؟ باباش بنده خدا میدونه چند بار زنگ زد که بیان خواستگاری؟
اما هر بار به ایشون عرض کردم خانم بهونه آورد که فعلا قصد ازدواج ندارم. ببین عنایت، علف، بوزی، یک بوزی برخصون. سلام علیکم. بفرمایید حاج عباس پورکریمی چی کار کرده؟ آخه واسه چی؟ عاشقو گناه کرد در بلخ آهنگر. بله چشم چشم، معید بشید. چیزی شده؟ همین آدم بی آزار و بی درد سر جنابالی آبروی شهر رو برده. یه ذر واضح تر رو ما بفهمیم. نمیفهمیم چی میگی. حاج عباس پورکریمی پدر خواستگار ایشون دست گل به آب داده خانم. چند تا خارجی رو از مغازش انداخته بیرون، درد سرش مونده برای بنده. بشین غذا تو بخور. اشتها ندارم، اشتهام کور شد. این پسر هنوز نیومده برای ما درد سر درست کرده. وای به روزی که بشه داماد این خانواده. هیچی دیگه، بهونت تکمیل شد. مریم خانم، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. از نظر بنده جلال الدین پسر روشن روان خواستگار اصله. مامان اینقدر تو انتخاباتی که تمام ادبیاتش شده انتخاباتی. اینو من میگم لش میکنم. بخور دیگه، تو غذا تو بخور، انقدر هرس نخور. نمیخوام، خودم فرد و قرمه سبزی درمانش میکنم، حواست باشه. حالا بذار بره تحقیقاتشو بکنه بیا تا ببین قرمه سبزی من برنده میشه یا. شیرینی فروشی یا کانون بحران؟ تیتر شماره بعدمونه. چطوره؟ موضوعش چیه؟ ماجرای شیرینی فروشی پورکریمی. میخوام شهر رو تکون بدم با این تیتر. مگه قرار نبود تیتر بعدمون راجع به شبکه فاضلاب باشه؟ چی؟ فاضلاب؟ فاضلاب که همیشه هست. الان اینه که داغه. آخه من نمیفهمم، نفروختن شیرینی به چند تا خارجی مگه چقدر اهمیت داره؟ اگه اهمیت نداشت وزیر امور خارجه فرانسه سفرش به آلمان لغو نمی‌کرد. با این دو تا چه ربطی به هم دیگه داره آقای شمارات؟ ربط داره دختر جان. تو سیاست همه چی به هم ربط داره. یعنی مرغ پخته لای پلو خندش میگیره از این حرف؟ آره درسته که مسخره است، میدونم مسخره است، ولی مخاطب جذب میکنه. الان همه دنیا دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن، اون وقت ما که وسط بحرانیم دست رو دست گذاشتیم. خب مگه شما خودتون همیشه نمیگفتین که نشریه ما یه نشریه فرهنگیه؟ فرهنگی بود، اما الان که نه پول آب داریم نه پول برق، باید یه کاری بکنیم چهار نفر نشریه‌مون رو بخرن بخونن. الان از من میخواین چی کار کنم؟ آها، میخوام یه گزارش مفصل و تر و تمیز براش کار کنید. دستتم بازه، هر جوری خواستی کار کن، من هوا تو دارم. من نمیتونم این کار بکنم، به نظر من این مطلب اصلا ارزشش رو نداره. مطمئنی؟ بله. حالو صدف، بیا بشین. برای چی به صدف گفتیم بیاد؟ میخوای بدین اون گزارش رو تهیه کنه؟ بله، هم تازه نفسه، هم انگیزه داره. مثل این فوتبالیستایی که تازه میان لیگ برتر، هم بهتر کار میکنن، هم بهتر میدونن، هم کمتر پول میگیرن. یه لحظه اجازه بدین. الان که خوب فکر میکنم اینم خیلی هم گزارش مهمی. اگه اجازه بدین خودم تهیهش میکنم. آفرین. تا بعد از ظهر میخوام گزارش روی میزم باشه، ببینم چیکار. چش. فعلا با اجازه. سلام، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدی، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. خیلی ممنون. یه چند لحظه فرصت دارم من باهاتون صحبت کنم؟ چند لحظه که خیلی کمه، من تمام عمر برای شما وقت دارم. من میخوام باهاتون مصاحبه کنم. موسا جان لطف کن چای شیرینی بیار، مهمون وی آی پی داریم. بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. شما همیشه با هفته نامه ما مغازتون رو پاک می‌کنی؟ بله. خیلی ممنون. نه رو ببخشین، جنس کاغذش یه جوریه آب خوب میکشه. البته شما نگران نباشین، کل مقالات شما و گزارش‌های شما رو من جدا کردم. اجازه بدین. ببخشین. بفرمایید. چه خوب. بله.
چقدر جالبه این، چقدر زحمت کشیدین. دستتون درد نکنه. سلام علیکم. سلام. ریحان خانم، آقا موسا. عنایت هستم، خبرنگار نشریه ندای شهر. آه خیلی خوش اومدین. افتاتیه؟ بله. ببخشید، ما برای مهمونای وی آی پی مون شیرینی خامه که میاریم 70% خامه داره، 30% نونه. منظورشونه یعنی خیلی همیشه تحت کنترل، نگران نباش. خوبه مهمونی وی آی پی داری، حال آدم به هم بخوره. پنجره رو نکن. شیشه رو نه برو پایین رو مرتب کن. پایین چیه بردار؟ حالا من هم خود شیشه رو نگم. مهمون واقعا شیشه رو شما نگاه کنید. ببخشید. خب من حالا راجع به چی باید صحبت کنم؟ من جزئیات اتفاقاتی که در مورد اومدن توریست‌ها اینجا افتاده رو میخوام. حاج عباس بفهم راپورت دادی ناراحت میشه. شما به کارت برس بی زحمت. میگم بهتر نیستش که راجع به یک مسئله کم درد سرتر با هم دیگه حرف بزنیم؟ یه لحظه اجازه بدیم. شما یه نگاه به اینا بندازیم. اقدام خردمندانه یک شهروند. وزیر اقتصاد فرانسه چرا سفرش را به آلمان لغو کرد؟ ببخشید اینا همش راجع به بابای منه؟ بله، برق بزنین بازم هست. خدایه. اقدام جریانات محفلی برای به انحراف کشاندن پسابرجام؟ بله. این په تیم مذاکره کننده فرانسوی را از مغازش بیرون کرد؟ بله. این این په دیگه کیه؟ مخفف دیگه. هاج این عباس پپور کریم. بابا به من که ربطی نداره. ببخشید من اگه راجع به این چیزا یعنی حرف بزنم بابام ناراحت میشه. نه خب باباتون متوجه نمیشه، چون که من اسمتون رو زیر مطالب نمی نویسم، می نویسم منبع مطلع. من همیشه دلم خواست بزنم این منبع مطلع کی از کجا در میاد. موسا جان ببخشید، صاب رفت اون شیشه، الان میره تو کوچه تصادف میکنه. بیا برو اون ور. همیشه برو اون ور. آره آقا جان تمیز شد، دست شما درد نکنه. بیا برو دیگه عزیز من، بیا برو دیگه. ریحان خانم من میگم اگه موافقین بیای سیاستو بسپریم دست اهلش، ما راجع به مسائل مهمتری حرف بزنیم. اگه دوست دارین من اصرار نمیکنم. دوست دارم ها، ولی بعد یه خودم میشم هرکه. ببخشی؟ یعنی هر کی راپورت بده کشتمش. اینو از جانب پدرم دارم میگم ها. هر جور راحت. ببخشید نمیخواستم بترسونمتون، ولی من میخوام تو این زندگی مشترک اولین گذشت از من باشه. بفرمایید. بدبخ شدیم رفت، خدا به خیر بگذارونه. نگفتم این خبر شهر رو تکون میده؟ این که هنوز توضیح نشد آقای شامورا. چی؟ توضیح نشده؟ توضیح شده خانم، خوبم توضیح شد. فقط انقدر داغ و جنجالی بود که همون صبح اول صبح تموم شد رفت به کارش. صبح تو مسیر به هفت‌هشت‌ده تا از این دکه‌های روزنامه فروشی سر زدم، یه دونم نمونده بود. تبریک میگم ریحانه جون. خیلی ممنون. البته گزارش نصف نیمه کاره ایشون ای بد نبود، ولی اون چیزی که باعث شد رکورد فروش شکسته بشه، تیترای خوبی بود که شما انتخاب کردین دایی جون. هی بابا باورم نمیشه، نسخه قبلی همشون سر از کارتون سازی در میوردن. اون دوران تموم شد پسرم. تاریخ نشریه ندای شهر به دو قسمت تقسیم میشه، یک قبل از ماجرای آقای پورکریمی و دو بعد از ماجرای آقای پورکریمی. بله سلام، بفرمی. بله یه لحظه گوشی. ببخشید دایی جون. خانم عنایت. بله. میشه اینقدر کارای شخصیتون رو نیارین اینجا؟ چی شده مگه؟ آقای پورکریمی ان از صبح تا الان 10 دفعه زنگ زدن با ایشون کار دارن. پشت خط ها؟ بله از اون پیله ها. حتما میخواد اعتراض کنه، تکذیب کنه. اون خبری رو در بارش زدیم واقعا؟ ببین برو بهش بگو آقای مهندس توی جلسه مهم من نمیتونن صحبت کنن، اگر احتیاجی دارن، اگر تکذیبی دارن کتبا برای ما بنویسن، تو شماره بعدیمون قطع به یقین برشون چاپ میکنیم. ببینم چی کار میکنی ها. چشم. حالا نره شکایت کنه از کار بیکارشیم. شکایت؟ مشکل شما اینه که هنوز به من درست ایمان نیاوردیم. الان آقای پورکریمی
یه تکسیبیه میده به این خبری که ما براش زدیم. ها؟ بعد ما یه جوابیه میزنیم برای تکسیبیه اون. بعد اون تکسیبیه، جوابیه، تکسیبیه، جوابیه، تکسیبیه، جوابیه، نشریه هی رو غلطک میفته، فروشمون میره بالا. نتیجهش چیه؟ صاحب امتیاز خر شیطون میاد پایین، میذارم با اینجا زندگیمونو بکنیم. این یعنی مدیریت بحران در مطبوعات. دست شما درد نکنه. من واقعا شاکیم. مگه صداقت اصل یک اعتماد دو طرفه نیست؟ خب حالا مگه چی شده؟ پس خانم شما برای چی با جزئیات چاپ کردی؟ شما گفتی با جزئیات چاپ نمی‌کنی. اینجوری بابای من گزارشی بخونه که می‌فهمه من راپورت دادم. خب اگه با جزئیات چاپ نمی‌کردم که وسط این همه شایعه گزارش منو کسی نمی‌خوند. تازه به خاطر همینم هم مردم انقدر استقبال کردن دیگه. کدوم استقبال خانم؟ مردم استقبال نکردن، من استقبال کردم، همه رو من خریدم. از ترس اینکه چشم بابام به این گزارش نفته کل نشریات رو از دکای روزنامه فروشی جمع کردم. کسی باید توجه کنی که داغ و جنجالی باشه. جنجالی تر از این آقا؟ بله بله جنجالی. خب اصلا حالا بابای شما یه ذره مثل بابای من ناراحت بشه اشکالی داره؟ بابای شما دیگه چرا؟ به خاطر همین قضیه واسه شرد سر درست شده. بالاخره هر چی باشه معاون فرمانداره. ای بابا خواستگاری رفت رو هوا. وقتی جنجالی باشه؟ نه بابای من آدم نیست که مسئله کار و زندگی رو با هم قاطی کنه. فقط یکم اوقاتش تلخ شد. ریان خانم من واقعا معذرت میخوام، اشکال نداره من بعدا با شما صحبت کنم. باشه خدا نگهدار. خداحافظ. سلام آقا جان. سلام. شنیده بودم از بیت المال استفاده شخصی میکنن، اما نشنیده بودم از وسایل شخص استفاده عمومی میکنن. کار داشتم آقا جان، معذرت میخوام. بده من. بفرم. ببخشید. عباس سلام. کجایی؟ خیلی وقت این جبشین جات آماده است. چطوری بابا؟ قربانت. حاجی نگاه بهشون بنداز، من الان میام.